سلام دوستان، بابک امینی هستم. خیلی خیلی خوشحالم که 57 کلاسمون رو در خدمتتون هستم. این کلاسم از قسمت Scales, Chords and Harmony جلسه 32 هستش. امروز یه مقداری در مورد کورد ها یا هم به اصطلاح بچه های ایران آکورد ها میخوام صحبت بکنم. میدونید که خیلی راحت میشه اینا رو توی 3 کاتگوری خیلی ساده گنجوند که من اول یه توضیح خیلی مختصر در مورد این کاتگوری ها میدم و بعد بیشتر امروز در مورد پیدا کردن کورد های 7 یعنی minor 7 یا major 7 در موردش صحبت میکنم که درجه 7 رو توی هر پوزیشن چجوری بتونید پیدا بکنید، که البته بعداً در مورد میجر هم یعنی 7 بزرگ هم صحبت میکنم که تو جلسه بعدی میشه. اولی مرحله اینه که شما باید تو سردسته 6 کورد معمولی رو بلد باشین، که البته یه دونه سکند پوزیشن روت 5 هم هستش که اونم بعد میتونیم که بیشتر میجر میده و بعد با تغییر یک پوزیشن دیگه ماینر رو میجر هم به شما میده که اونم بعدن میگم مجزا. ولی چیزایی که به صورت اولیه و ابتدایی باید بدونید، انتقال دادن این 6 کورد یا آکورد فرق نمیکنه به توی فینگربورد یا توی دسته هستش. مهمترین چیزی که باید بدونید این 6 کورده، ای ماینر یا همون می مینور که روت 6 هستش، از سیم ششم زده میشه تو کاتگوری یا بخش روت 6 هستش که از سیم 6 زده میشه، که میدونید که نوت بی رو باید بگیرین با انگشت دوم رو فرت دوم سیم 5 و ای رو با انگشت 3 رو سیم فرت دوم سیم 4 باید بگیرین و بعد این ای ماینر هستش یا می مینور. کورد ای یا می ماژور فقط کافیه سول دیز یا جی شارپمون رو اضافه بکنیم رو سیم 0 فرت 1، پس این ماینرش میشه، این میجرش میشه. درجه سومتون جی شارپ هستش، دوم سوم کوچیکتون جی نچرال هستش یا سول معمولی. فقط اینتروال ها یا درجاتی که این کورد رو تشکیل میده هم باید بدونید. ببینید اینجا الان سیم 6 روتش هستش یا نوت اصلی کورد هستش، بعد درجه 5 دوباره سکند روت یعنی دوباره یه ای دیگه اکتاوش هستش، بعد حالا اگر که جی شارپ گرفته باشین ثردشه، یا اگه جی بگیرین ماینر ثرد یا درجه 3 کوچیکشه، دوباره 5 و دوباره خود اکتاو درجه 1. اینا رو فقط باید بدونین که اگر که ما اینا رو هر فرمی که گرفتیم بدونین درجه بعد میشه 1 5 1 3 یا ماینر 3 درجه 3 کوچیک 5 و 1، که اینا رو بدونین حتما این چه نوتایی توی این کوردتون هست که بعد اضافه کردن یک اینتروال یا یک درجه براتون راحت باشه اضافه یا کم کردن. بعد اگر که ببینید این سدل یا این خرک گیتار یک باره براتون گرفته، یعنی به طور نترالی این اگر که میخواستیم که اینجا یه دونه باره داشته باشه که این سیمای آزاد بهتون کمک نکنه، این شکلی میشه، یعنی در عرض به این صورت میشه که به راحتی اینو ببینید دستانو بذاریم به جای این سدل، که اینو اگه یه دونه فرت شیفت بکنید بیاد جلو به شما F رو میده، F شارپ، F شارپ یا F شارپ ماینر ورش داری ماینر میشه G ماینر G شارپ و همه صورت تا پایین تا فرت به هر حال 10 میتونید به راحتی برید. اینجا 20 کورد مختلف رو به شما میده، بس E ماینر F F ماینر F شارپ F شارپ ماینر G G ماینر A flat A flat minor A A minor B flat minor C C minor و همچنین به سمت جلو بریم. ببخشید این B flat و این B و این C C minor C sharp تا D رو به شما به راحتی میده D D minor
این نوتای سی میشیشو بدونید. E, F, G, A, B, C, D, E. حالا توی روت 6 خیلی راحته، کافیه که اگر که سر دسته هستین این سکند روت شما یا R2 شما که در از اکتابتون هستش، یعنی این اگه E باشه آزاد سی میشیش، اینم E. کافیه اینو بردارید و دو تا فرت برین عقب از روت 6 که درجه این در اصل این خودش درجه هشتمه دیگه. درجه هفت کافیه دو تا برین عقب، یعنی دی رو به شما میده یا همون ره. ما ره رو اضافه بکنیم به کوردمون، به هر جای کورد، چه اینجا چه اینجا، به ما E7 رو میده. حالا یا E7 یا E-7 فرق نمیکنه. ببینید من B رو گرفتم فقط، یا این دی رو اینجا اضافه بکنم. به همین صورت میتونید اینو به پایین بیارید. مثلا این اگر که F شارپ باشه کافیه انگشت کوچیکتون رو بردارین که این در اصل دوتا میره عقب که نوت E رو به شما میده. اینجا F شارپ بود، دوتا میره عقب E میشه F شارپ 7، یا حالا اینو بردارین میشه F ماینر 7. اینم بذارین دوباره همون E هم اینجا هستش، میشه F ماینر 7. هیچ فرق میکنه، دو تا نوت هفت الان توش دارید. یا اینو اضافه بکنید، اینم داشته باشین، باز این فرم هم میشه، یعنی اینم میشه F شارپ 7 که به اصطلاح ایرانی میشه فا دیز ماژور 7. به همین ترتیب تا پایین، مثلا این الان میشه B ماینر 7، اینم میشه B ماینر 7 B 7. به همین ترتیب کاتگوری روت 5 رو میتونید به دست بیارید. روت 5 که میدونید A هستش یا همون لا ماژور، و A ماینر که همون لا مینوره. A که به راحتی میدونید میشه گرفت با انگشت 1 و 2 و 3 رو فرت 2 سیم 4 و 3 و 2 به این صورت میگیرین، از سیم 5 هم میزنید. اینا تو کاتگوری روت 5 به این صورت. و A ماینر هم باز همین دوتا رو داره، ولی با انگشت 2 و 3 E و A رو باید بگیرین، C هم با انگشت 1تون باید بگیرین. حالا درجه این درجه تا اگه بخوایم بدونین درجه از سیم 5 به پایین هستش. دوباره همون فرمه روت یا درجه اصلی 5، دوباره سیکند روت، ماینر ثرد یا درجه سوم کوچیک که اینم اگه سی شارپ بذاریم میشه درجه سوم، سی میشه درجه سوم کوچیک، و دوباره ای که 5 میشه. حالا کافیه درجه سکند روت همونو، دقیقا فرمول همونه این قبله، هر جا سکند روت دیدین یا درجه 8 میتونید بهش بگین، یا دوباره یا دومین نوت اصلیتون، دومین روتتونو یا اکتابتون، هر کدوم از اینا میتونه گفته بشه. الان مثلا A ماینر هستین، A رو اینجا باید پیدا بکنید. اینا اگه دوتا برین عقب به شما G رو میده که درجه هفتمتون هسته، میشه A ماینر 7. یا اگر که اینو داشته باشین اینو بردارین با این انگوش گذاری به درمته میشه A 7. حالا همینم به هر حال این میدونین که اینم باره به اون صورت به این نچرالی اینجوری بوده که الان سردسته صده برای شما گرفت. اینا رو به راحتی باید بتونید بیارین توی دسته، خیلی راحته. مثلا این اگه A ماینر باشه، این الان اسم گذاری از رو سیم پنجم هستش. مثلا این A ماینره، الان دستم رو به طور مجازی میذارم بتونید. این A ماینر، این A از سیم پنجم اسم گذاریشه. من اینو میرم، من از سیم پنجم ما B فلات هستش، بس میشه B فلات ماینر، B فلات میجر. دوباره میرم جلو، این همین مثل A ماینر، این میشه چی؟ سیم پنجم Bه، میشه B ماینر B. این هم همینطور تا پایین میتونه بیاد که کافیه سیم پنج رو بدونین A B C D E F G A که به راحتی تا اینجا رو به شما میده. مثلا این اینجا نوت E هستش، میشه E ماینر E. اینجا این نوت D هستش، همون شکل لامینور رو میگیری، یا A ماینر، اینجا میشه D ماینر یا D. حالا اینم سکند روتتون R2 تون اینجا بود A، کافی اینو بردارین 7 رو به شما میده که در اصل یه همچین حالتی میشه اگر که به طور مجازی اینو بزنید اونجا. مثلا این الان B ماینره، کافیه که نوت انگشت کوچیکتون رو بردارین که این در اصل نوت اصلیتون دوتا میره اول، یعنی به جای اینکه B3 رو داشته باشین A رو به شما میده، همین لا رو. حالا این لا رو یا A رو اینجا میتونین پیدا کنید از سیم 5 رو بخشید، یا اینجا D ماینره، این
مثلا الان به راحتی انگوش کوچیکتون رو یا پینکی رو برمیدارین چه دی ماینر 7 یا ری مینور 7 که اینجا به هر حال این نوت تکرارش هست. اینجا ای اینو بردارین ای ماینر 7 اینم بذارین دوباره ای ماینر 7 بس دیدین که به هر حال چه میجر هم همینطور الان دی اینو بردارین چه دی 7 کاتگوری بعدی دی ماینر و دی میجر هستش و یه دونه سکند پوزیشن روت 5 که این رو هم براتون قسمت تو ویدیو بعدی خدمتتون میگم. خیلی مهمه که اول قبل از اینکه حالا این اینتروال ها رو بخواین جد و اضافه بکنید خیلی مهمه که اول مجزا جای کوردا رو یعنی مثلا روت 6 مثلا تمام این نوت ها رو بدونید که چه کوردایی بهتون میده. مثلا میایید اینجا بدونید این الان تو کاتگوری روت 6 پایینی یه دونه که میاد پایین این روت 5 این به خاطر اینکه این از هم خانواده ایه این از هم خانواده ای ماینر یعنی انتقال اینا رو به توی دسته بدونید که وقتی انتقال میدین مثلا این الان روت 5 میاد بالا روت 6 مثلا این الان روت 5 ای ماینر میاد بالا روت 6 و میجرش همچنین گرفتنش رو تمرین بکنید. مثلا برای 7ش اینو بر ندارید جای این با این عوض میشه یعنی انگشت سومتون میاد بالا به خاطر اینکه این آزاد بشه بی فلت رو بهتون بده سی 7 اینجا بی فلت 7 و مجزا اینا رو تمرین کنید چون روت 4 و سکند پوزیشن روت 5 یعنی کاتگوریه که از اسپوزیشن از ساز 4 هستش و دومی بخش از کاتگوری روت 5 که اسپوزیشن از 5 هستش یه مقدار انگشت گذاریش سخت تر هستش نسبت به روت 6 و روت 5 اینا رو تمرین بکنید تا دستتون عادت بکنه و همچنین بعد درجه هفتمش رو اضافه بکنید و بعد میتونید که ویدیو بعدی رو مطالعه بکنید و تماشا کنید و باهاش تمرین بکنید. اینجا میخواستم که از اسپانسر این برنامه هم KHP Musical Instruments تشکر بکنم که باعث شدن این کلاس به طور رایگان در اختیار عزیزان قرار بگیره. تا بعد.